متاسفانه فکر میکنم که حدیث چندان اعتباری نداره، یعنی فقط آن چیزی که اعتبار داره قرآن هست و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز از این قبیل افراد خبر داده، فرموده یا هشدار داده به امت خودش، لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یأتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه. نباید بیابم کسی از شما را که بر کرسی خودش تکیه زده، بر تخت خودش، امری از اموری که من به اون امر کردم یا نهی کردم به سراغش میاد، متوجه او میشه، امری یا نهی، بعد میگوید لا ادری، من نمیدانم، من حالیم نیست، سرم نمیشه به صلاح. آنچه که در قرآن در کتاب خدا یافتیم از آن پیروی میکنیم. هستن بعضی که از این حرفا میزنند که اگر حدیثی آمد میگن ما نمیشناسیم، من سرم نمیشود، اگر تو قرآن هست قبول میکنم، یا اگر حتما این حدیث باید یک اصل قرآنی داشته باشه. خب درست احادیث اصل قرآنی دارند، ما انکار نمیکنیم، ولی اینکه آیا کشف بشه واقعا ما بتونیم این اصل را کشف بکنیم، خیلی وقت‌ها هست که حدیثی هست که ما اصلا شاید کشف نکنیم که اصل قرآنیش کجا هست. دلیل نمیشه که ما هر حدیث صحیح را رد کردیم به مجرد این رد بکنیم به مجرد اینکه مثلا اصل قرآنی نداشته باشه. یا حدیث دیگری هست که میفرماید الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه، الا و انی اوتیت القرآن و مثله معه، الا یوشک الرجل شبعان على اریکته یقول علیکم به هذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه، الا و انما حرم رسول الله کما حرم الله. فرماید که به من قرآن و همانند اون همراهش داده شده، اوتیت القرآن و مثله معه، به من قرآن و همانند اون همراهش داده شده، یعنی قرآن و سنت. آگاه باشید که نزدیک است یک فردی سیر و مرفه بسرا نشسته باشه بر روی تخت خودش به که بچسبید به این قرآن، علیکم به هذا القرآن، بچسبید به این قرآن، آنچه که از حلال در آن یافتید آن را حلال بشمارید، آنچه که از حرام در آن یافتید آن را حرام بشمارید، فقط و فقط. بعد میفرماد الا و انما حرم رسول الله کما حرم الله. آگاه باشید که آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرام کرده همانند اون چیزی است که خدا حرام کرده، یعنی اگر چیزی را پیامبر بیان کرد به عنوان حرام قطعا اون رسمیت داره، در دین خدا معتبر هست دیگه. خیلی از موارد هست که در قرآن مثلا کلیاتی آمده از حرام و حلال و پیامبر اون رو تخصیص داده، حرمت علیکم المیته و الدم، مردار و خون بر شما حرام است، حرمت علیکم المیته و الدم، خود در قرآن چند جا آمده دیگه. منتها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استثناء میکنه، مثلا استثناء میکنه احلت لنا میتتان و دمان، دو مردار و دو خون برای ما حلال شده، اما المیتتان فالسمک و الجراد و اما الدمان فالکبد و الطحال، ماهی و ملخ دیگه، دو مرداری که حلال است، اگر مردار به دست آمد و صید شد در حالی که مرده بود حلال است، نیاز به ذبح نداره، یکی هم جگر و به اصطلاح اون اسپول یا همون طحال، جگر سیاه. این دو چیز جزء استثناهایی است که در واقع استثناء میشه از اون اصل که مردار و خون حرام هست، مواردی هست که به این صورت پیامبر بیان کرده و اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی را حرام یا حلال اعلام کرد قطعا اون رسمیت داره دیگه، مگر گوشت الاغ تو قرآن آمده حرام بودنش، سنت حرام کرده برای ما گوشت الاغ، خیلی از چیزهایی که جزء محرمات هست یا جزء واجبات هست، همین اینها چیزهایی است که توسط خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شده. حالا اینکه ما چگونه بفهمیم یا به این حدیث صحیح پی ببریم، خب یک امر تخصصی هست که انسان میتواند با مراجعه به کتابهای حدیث بتواند احادیث صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد.